شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون رو. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. آخوند جلاد بخشی از حقایق جامعه را بازگو کرد. اما اونی که در اولویت حتماً در کوتاه ترین زمان برنامه دولت اینه که ما فقر مطلق رو در کشور نداشته باشیم. خط فقر مطلق بخشی از حقایق جامعه است. کدومشون رو می‌خواستی بفروشی؟ بیا. اینو می‌خوای بفروشی؟ اسمش چیه؟ امام الدین. این هم بخشی از حقایق جامعه. 4 ده از انقلاب گذشته، دهه پنجم هستیم. دیگه نمیتونیم هیچ عذر توجیه نمیشه بیاریم. احساس میکنم مشکل ساختار سیاسی و اداریه. بخشی از این حقایق کتمان 43 سال غارت و کشتار و شستشوی مغزی دانش آموزان است. کتاب فارسی 4 دبستانه. تو این درس یه قسمت اینجوری نوشته: ناگهان همه سر و صداها خاموش شد، امواج و اقیانوس مردم آرام گرفت. مثل این بود که خورشید این جمعیت طلوع کرده. آری آقا آمد. منظور این درس از اون مهمان خامنه ایه، کسی که 1500 نفر توی 3 روز میکشه، کسی که تو آسمون رحم نمیکنه. چطور میتونه با وقاحت بیاد بگه خورشیده؟ تو چطور خورشیدی هستی که این همه قسی القلبی؟ تو به احدی رحم نکردی. تو چطور میتونی بیای به بچه های این مملکت بگی خورشیدی؟ تو یک جای روشن تو دل مردم نذاشتی. خامنه ای میخواهد خودش را حقیقت نشان دهد، اما مردم او را عفونت و نجاستی میدانند که باید ایران زمین از آن پاک شود. تندیس سگ نجسو که آتیش زده بودن، الان اینا اومدن دارن رنگش میکنن. سگ نجس، خامنه ای سگ نجس.